السلام علیکم افغانستان بندال نجبی سره دروجی زنګړی خبرونه او لما سره دی افته زمونږ د افغانستان د ورزشکارانو په ساتي تو باندې زمو همکار دی ولی هوتک شرخلص مننه سلام تاته او ټولو هوادوالو ته په دې لاره تر خره زمونږ سره پات شي ول برنامه څخه خوند وخلی ولی جان درته چې زپویګم دا سم مسلک نه دی نه دا خې سیدا همیشه مونږ په رینګ کې کتلې فایټ او داشیان نو پروندې ول ورځو راته زمونږ دا کارت ته څنګه کاریږي اسانه دی سخت دی یا پروند تجربه څنګه تیر شو نه دا اجزا اسانه دی خو تاسو چې څونه کنټرول لري څونه ورته کار کوي فعالیت کوي هغه ډیر سخت ده خغریش آفرین تاسو خا سیدا خو همیشه مونږ دا وایو کنه چې زحمت نه باسي نکې کنه او لکه تاسو یو فایټ لپاره په میاشتو کله په کال کال ورته تمرین کوي کنه نو زه فکر کوم چې تلویزیونی خبرونه هم هغه چې په خلکو کې ځای ونی سي چې تلویزیونونه ډېر دي خبرونه ډېر دي خدای چې ځای ونی سي هغه لپاره باید ډېر زحمت وباسي سیدا او یو ایمیل راغلی زه غواړم چې هغه تاسو سره شریک کما د سویډن څخه السلام علیکم نجیب جان او یلدا جان ته بیا هم زه احمد ودانیم د سویډن څخه ډیر از رپوري خبرونه د استاد د خبرونه په مهاجرت کې زمونږ د ماشومان او ځوانانو لپاره ډیره ګټوره ده او ریسه وای کنه وو هغه داسې چې هغه ماشومان چې په اروپا کې پیدا شوي دي هغه ته د مذهبي کارونو لکه روژه ماتي د اخترونو ورځي دا پزرو دا دودونه نه داري واجونه پزرو پوری نوی خوکله چې پزرو پوری نوی خوکله چې میډیا د لاري وینی نو د پر ډیر ګټوري یعنی دوی دا وایي چې د روژه ماتي چې موږ دلته خو د ماشومان چې دلته راځي څنګه غي اولنی روژه نیسی کنه او نات وای تلاوت کوي وی دغه هر چیز زمونږ د ماشومان لپاره ضرورت یې نغې دي ته هڅې چې باید روژه ونیسي باید ټول خبرې چې کوم زمونږ دلته مذهبي ریواج د افغاني زمونږ ریواج یې نه دا مونږ دا غي خپل کله چې په تزون ښکار کینو ډیر زیاته مننه تاسو د ایمیل څخه کورم ودان او سویډن څخه احمد ودان ډیر مننه او دا درته مې چې احمد ولی ما ته بیا بیا نه ګوري دا شپسخانی ته ګوري راځه چې ولر شپسخانی ته سیدا چې چه په کړی دی کنه سلام یلدا سلام نجیب جان خوش آمدین خودت خوش آمدی یک سلام به تمام بیندای عزیز آرزو می کنم همیشه خوشحال و سر حال باشین دوست عزیز من در نظر گرفتم امشب شام به شما الوا یارد سوجی آماده کنم که یک دفعه میریم نخنا میشه میبینیم بعد از میریم سر تازه تایش صحبت میکنم سجی حلوا لازمه مواد سجی وړه نیمه کیلو شل افغانی غوړی یو پیاله لس افغانی بوره یو پیاله لس افغانی هیل دو قاشقه پسته سل گرامه اتی افغانی بادام سل گرامه اوی افغانی خا نو پدیر کوم پیسو کی حلوا حلوا چې دا اغا حلوا نه ده حلوا نه ده نه چې ده حلوا اوکی حلوا چې کومه ده دا حلوا تاسو په سهري کې یا په پښمن حلوا مخه سيد او استاد اولی خامخا خاندی نو خامخا تاسو په بیري خبرې دې دی ډیر خاندی فلسفي دي فلسفي په دې حلوا کې کنه نو دا حلوا تاسو په سهري کې په خول شي خوان ته غسل شي نو دا چې یلدا دا حلوا پخې نو ګورو چې څنګه پخې دا حلوا څنګه پخې بلې دوستای عزیز سلوار وخت پخته میکنیم بسیار بسیار متوجه باشید حلوا حلوا ام بسیار زیات متوجه باشین که روغنش از پیشتان زیاد نشه بخاطر که اگر روغن از زیاد شد دیگه باز چاره نداره گیر کم روغن کنین روغن به اندازه مندازیم دوست عزیز آرد سوجی رو زیاد ما بریان نمی کنیم مثل آردادی زیاد بریان میشه ولی آرد سوجی کم بریان میشه آرد ما که بریان شد دوست عزیز فهمیدیم کال رنگ گلابی گک که به خود گرفته بعد از دوست عزیز اینه شما میبینین که رنگش گلابی گک شده گلابی گک کم رنگ زیاد تیز نمی کنیم بعد از او که آرد ما بریان شد آب اضافه می کنیم بعد از او که خوب کتاب مخلوط کردیم بوره را مقدار لازم اضافه می کنیم میل چای اضافه می کنیم دوست عزیز خوب میکس می کنیم که تا آب خود خوش کنه سر روغن بیه بعد از او بادام اضافه می کنیم دوست عزیز بادام میکس می کنیم شمرای بادام با زقوری می کشیم دیزاینش همراهی پسته می کنیم همراهی چای زعفرانی یا چای سبز چای سیاه می تانیم نوش جان کنیم دو سوال اولین سوالی که مادر جان ما که خودم دیدم او را بره را دا او ویلی میکنه بیا آقی که اچول میکنه بله او ترام میشه نجیبه جان او ترام میشه؟ او ترام میشه باز شما او تو چرا نمیکنین؟ او رقم ما میشه ریسیپی مادر ما مثلا تو مادر ما خوب آشپز نیست یا چی؟ نه مادر شما خوب آشپز است ما نمیکنیم نجیبه جان خودت میگیم یک سوال ما هم دارم
کی بر گفته بود که ما حلوا را خوش دارم؟ من خودم فامیلیا بودم که از اونمون مردم هستی که حلوا را خوش داری. بله دوست عزیز، قسمی که نجیبه جانم گفتن او رقم میشه و این رقم وقتی که ما بوره را یعنی اضافه میکنیم، سرشکاب اضافه کنیم، بوره خودش آب میشه، چون حرارتش هم در زیر روشن است و خودش که شور بته آب میشه. وقت کدام مشکل وقت نیست کم داریم. اینمی غرم پوسته که خواه بله بله بادام هم پوستش میگیریم. بادام هم جوش میتیم. بادام چرا جوش میدی؟ چرا کتکالایش؟ به خاطر از اینکه جوش میدیم رمضان بود اتلیس کتکالایش رو متبادام میپشنیم. نه نه کتکالایش رو نسیم دمو اخلی و پیر تراسدیکی که برندال نجیبه سرم.